أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين، وبعد. برادران وخواهران مسلمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خود را و شما را به تقواداری خداوند مهربان وصیت می نمایم و متذکر می گردم که بهترین کتاب، کتاب خداوند مهربان است و بعد از آن بهترین راه هدایت بشر در سنت و ارشادات پیغمبر صلی الله علیه و سلم ذکر گرده است. اوصیکم و نفسی به تقوی الله عز و جل، فإن اصدق الحدیث کلام الله و خیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه و سلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين يا رب العالمين. برادران و خواهران مسلمان، با هم یک ساعت مجلس داریم در چوکات آیت و حدیث، در چوکات اطیع الله و اطیع الرسول. آرزو داریم که خداوند مهربان این لحظات تعلیمی ما شما را به روز آخرت در میزان حسنات ما شما به عبادت، به عمل صالح و به صدقه جاریه به شمار ببرد و همه ما شما را مستفید بگرداند از مانند این مجالس اسلامی. و آرزو داریم که خداوند مهربان علم، ایمان، اخلاق و عمل صالح ما شما را بیشترتر و خوبتر بگرداند. و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. برادران و خواهران مسلمان، با هم یک ساعت مجلس داریم و درس امروزه ما شما بخیر و خوبی تحت عنوان 33 حدیث نبوی مبارک، 33 حدیث شریف را در درس امروزه خود مطالعه می نماییم. معرفت بیشتر ما با احادیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و با احکام دین صورت بگیرد ان شاء الله. 33 حدیث مبارک را سر دست دارم و درس زیبا، درس خوبی آرزو دارم که خداوند مهربان همه ما شما را مستفید بگرداند از مانند این مجالس اسلامی. و آرزو داریم که خداوند علم ما شما را و همچنان عمل صالح ما شما را بیشترتر و خوبتر بگرداند. علم را حاصل نماییم، به علم خود عمل داشته باشیم و در راه نشر علم صحیح همچنان سهم داشته باشیم و همکاری داشته باشیم. خداوند مهربان همه ما شما را از ضمن امت رسول الله صلی الله علیه و سلم به شمار ببرد. اللهم اجعلنا من امت محمد صلی الله علیه و سلم. اللهم ارزقنا شفاعته یوم القیامه. اللهم احینا مسلمین. اللهم توفنا مسلمین. اللهم الحقنا بنبینا محمد صلی الله علیه و سلم، آمین یا رب العالمین. 33 حدیث مبارک. اولا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند و مجموعا تمام این احادیث از ضمن احادیث صحیح و درست است ان شاء الله. قال صلی الله علیه و سلم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: اربع دعوات لا ترد. 4 دعای است که رد نمی شود. 4 دعای مستجاب نزد خداوند مهربان. دعوت الحاج حتی یرجع، دعای حاجی تا که برگردد. و دعوت الغازی حتی یصدر ای یرجع،
و دعای کسی که به جهاد فی سبیل الله رود، دعای غازی تا که برگردد، و دعوت المریض حتی یبرأ، و دعای مریض تا که شفا پیدا کند، و دعوت الاخی لاخیه بظهر الغیب، و دعا کردن برادر یا همشیره مسلمان برای برادر یا همشیره مسلمان در غیابش، از قلب خود به خلوص نیت در غیابش برایش دعا میکنه، دعای برادر در حق برادر مسلمانش. و اسرع هؤلاء الدعوات اجابه، دعوه الاخ لاخيه بظهر الغيب، و سريع ترین دعایی که مستجاب میگردد نزد خداوند مهربان، دعای برادر در حق برادر مسلمان خود در غیابش میباشد. رواه الدیلمی عن ابن عباس رضی الله عنهما. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اربع من سعادت المرء، در چار چیز سعادت مسلمان ذکر شده است: ان تكون زوجته صالحه، خانم صالحه، خانم عفیفه و خبره داشته باشد، و اولاده ابرارا، و اولاد ابرار، اولاد با احترام که حقوق والدین خود را مراعات نمایند و احترام والدین خود را ادا نمایند، اولاد ابرار، اولاد صالح، و خلطاؤه صالحین، و رفیق، و دوست صالح، دوست خبره، هم مجلس خبره داشته باشد، و ان یکون رزقه فی بلده، و رزق روزیش برایش تعیین شده باشد، کارش در شهری که زندگی دارد در آن شهر رزق روزیش برایش تعیین شده باشد، و مسافر نشود، از فامیل خود دور نباشد. سعادت یک انسان در این مسائل ذکر شده که همچنان رزق و روزی و کارش تعیین شده باشد در شهری که با فامیلش یک جا زندگی دارد. حدیث مبارک رواه الدیلمی. سوم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده اند اللهم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا، پروردگارا مرا قرار ده از آنانی که اگر عمل صالح و کار خوبی را ادا نمایند بشارت آن را، خوشبختی آن را، سعادت آن را ببینند، و اذا اساءوا استغفروا، و اگر اشتباه و گناه کنند طلب مغفرت از خداوند بخواهند. رواه ابن ماجه. قال صلی الله علیه و سلم حرم علی النار، پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند حرام است سر آتش، حرام است سر آتش که بسوزانه انسان را، که کل حین لین سهل قریب من الناس، هر آن کسی که انسان خوبی، اخلاق خوبی، یسر سهولت و رفق را در میان داشته باشه، انسان خوبی باشه و انسان دوست رفیق خوبی، انسان که مشکل پسند نباشه بین مردم. رواه الامام احمد. انسانی که با مردم نزدیک باشد، مشکل پسند نباشه، از مردم دوری نکنه. حدیث مبارک پنجم به ارتباط حقوق همسایه، پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند حق الجار ان مرض عدته از ضمن حقوق همسایه، اگر مریض گردد به عیادت او میروی، و ان ما تشیعته، و اگر فوت گردد به جنازه او حاضر میگردی، و ان استقرضك اقرضته، اگر از تو قرض یا دین را بخواهد او را کمک مینمایی، قرض میدهی، و این اعور سترته، اگر اشتباه و خلاهای او را میبینی او را ستر مینمایی، و این اصابه خیر حنعته، و مبارکی برایش تقدیم مینمایی، اگر کدام خوشخبری برایش میرسد، صاحب فرزند میگردد، ازدواج میکنه، در تعلیم و کار خود موفق و کامیاب میگردد، و این اصابه خیر حنعته، با مبارکی نزد او میروی اگر یک مسئله خیری باشد، و این اصابته مصیبت عزیته، اگر مصیبت سرش واقع میگردد با عزاداری او میروی، غم شریکی با او میکنی، ولا ترفع بناك فوق بنائه فتصد عليه الريح، و خانه خود را بلندتر از خانه او آباد نکو، به اینکه ممکن به خانه او شمال بیاید. حقوق همسایه و مراعات احساسات همسایه خود را داشته باشید، مراعات حقوق همسایه خود را داشته باشید.
ولا تؤذه بريح قدرك إلا أن تغرف له منها. اگر نان را غذای را تهیه می کردید و بوی غذا به همسایه‌تان می رسید، از آن غذا برایشان همچنان تقدیم دارید. مبادا این که در فکرشان نگرده که ما نان نداریم و همسایه ما غذای خوبی را دارند. با همسایه خود غذای خود را همچنان شریک می سازی. رواه الطبرانی. ششم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله یتلون کتاب الله و یتدارسونه بینهم. قوم اشخاص در خانه از خانه های خداوند در مسجد در جای مبارک جمع می شوند و کتاب خداوند مهربان را مطالعه و تلاوت می نمایند و تدریس می نمایند. الا نزلت علیهم السکینه، سکینت و اطمینان خداوند مهربان، رحمت خداوند سرشان نازل می گردد و غشیت هم الرحمه و خداوند همه را در رحمت خود شامل می گرداند و حفت هم الملائکه و ذکر هم الله فی من عنده و ملائک کرام در آن مجلس همچنان حاضر می باشند و خداوند همه را در نزد ملائک کرام خود یاد می نماید. رواه ابو داود. در خانه از خانه های خداوند مهربان، در مسجد از مساجد عده از اشخاص جمع می شوند و تعلیم قرآن کریم را می داشته باشند، رحمت و اطمینان و برکت خداوند مهربان سرشان نازل می گردد و در آن مجلس همچنان ملائک کرام می باشند و خداوند مهربان به نزد ملائک کرام همچنان این اشخاص را، این بندگان صالح خود را یاد می کند. هفتم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند به ارتباط خوردن آب زمزم، آب زمزم، ما او زمزم لما شرب له، هر نیتی را که شما داشته باشید و آب زمزم را بخورید، خداوند آن نیتی را که داشته باشید برایتان برآورده می سازد انشالله. المراد و مقصد شرعی را که داشته باشید، هر دعای، هر شفای، هر مصیبت، مشکلاتی که باشد، خداوند به ارتباط خوردن آب زمزم آن را برایتان ایجاد میکنه و مشکلات را رفع میگرداند. خداوند برکت را ایجاد میکند برای شما. من شربه لمرض شفاه الله، کسی که از خاطر مریضی خود آب زمزم را بخورد، خداوند او را شفا نصیب میگرداند. او لجوع اشبعه الله، اگر کسی به هدف گرسنگی، که گرسنگی او رفع گردد، آب زمزم را نوش جان کند، خداوند او را سیر می گرداند. اول حاجت قضاها الله، یا کدام مشکل داشته باشد، خداوند او را حل می گرداند، مشکل او را حل می گرداند. ما او زمزم شفاء من کل داء، آب زمزم شفا است از هر نوع مصیبت، از هر نوع مریضی. رواه الدیلمی. ما او زمزم لما شرب له، آب زمزم به هر مراد و مقصدی که خورده شود، خداوند آن را برآورده می سازد. قال الله تعالی، حدیث مبارک است، حدیث قدسی شریف، خداوند مهربان فرموده است اذا وجهت الى عبد من عبيدي مصيبه في بدنه، اگر مصیبت را سر بنده از بندگان خود نازل بگردانم، در وجودش، در بدنش، او فی ولده، در اولادش، او فی ماله، در مالش، فاستقبلها بصبر جمیل، و آن را استقبال کنه به صبر جمیل، صبر قشنگی. اگر مصیبت را سر بنده از بندگان خود نازل بگردانم، در بدنش یا اولادش یا مالش، و آن را استقبال کند، مصیبت را استقبال کنه به صبر جمیل، صبر قشنگی، آن را قبول کند. استحییت یوم القیامت ان انصب له میزانا او انشر له دیوانا، حیایم میآید از این بنده به روز آخرت که از او حساب بگیرم و میزان را به حضورش، به نزدش بگذارم. رواه مسلم. بنده مسلمانی که با صبر می باشد و نزد خداوند مصیبت خود را حساب میکنه، خداوند مهربان او را رحمت می نماید به روز آخرت. حدیث مبارک نوم، قال الله تعالی، خداوند مهربان فرموده است، حدیث قدسی شریف است اذا تقرب الی العبد شبرا، اگر بنده برای من تقربی پیدا کند، به اندازه یک بلست، یک کمک به من خود را نزدیک کند، تقربت منه ذراعا،
به اندازه یک دست من به او نزدیکتر می شوم. اگر یک کمک بنده برای من نزدیک شوه، ما بیشترتر و اضافه تر به او نزدیک می شوم. و اذا تقرب الی ذراعا تقربت منه باعا، اگر به اندازه یک دست به من نزدیک شوه، من به اندازه دو دست به او نزدیک می شوم. اگر کمی نزدیک شوه، ما بیشترتر به او نزدیک می شوم. و اذا اتانی مشیا اتیته هرولتا، اگر به نزد ما به رفتار عادی خود پیش می آید، ما به دوش به طرف او می روم، او را استقبال می کنم. رواه البخاری. خداوند مهربان رحمت را داره، به آن شکل که ما خود را به خداوند به مو اندازه که تقرب می دهیم نزدیک می شویم، خداوند به ما شما همچنان بیشترتر و اضافه تر نزدیک می شود. حدیث مبارک دوم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: سبعة یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. هفت طبقه مردم را خداوند مهربان فردا روز به زیر سایه عرش خود به روز آخرت نگاه می داشته باشد. امام عادل، خلیفه، پادشاه عادل، و شاب نشأ فی عبادت الله، و جوانی که کلان شده باشد، پرورش پیدا کرده باشد در عبادت خداوند مهربان، مصروف باشد در عبادت خداوند. و رجل قلبه معلق بالمسجد، و شخصی که قلب او پیوند مسجد باشد. اذا خرج منه حتی یعود، اگر از مسجد خارج شد پس دوباره به مسجد می آید. قلب او پیوند نماز هاست، پیوند عبادت، پیوند مسجد است. و رجلان تحاب فی الله، و دو شخص یک دیگر خود را دوست دارند خاص از خاطر رضایت خداوند، چون باعث تشویق در راه عبادت خداوند مهربان به یک دیگر خود قرار می گیرند. طور مثال دو نفر رفیق ها به حج می روند، به نماز جمعه می روند، یک دیگر خود را تشویق می کنند، یک دیگر خود را دوست دارند خاص از خاطر رضایت خداوند مهربان. اجتمع علیه و افترق علیه، از خاطر خداوند یک جا می شوند و از خاطر خداوند اگر جدا شوند هم جدا می شوند. و رجل ذکر الله فی خلوت ففاضت عیناه، و یک شخص خدا را یاد می کند تنها در خلوت، در تنهایی می باشد، مناجات با خداوند دارد، خداوند را یاد می کند و اشکش از چشمش جاری می شود. و رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال، و یک شخص را یک خانمی که صاحب منصب و حسن و زیبایی باشد، این شخص را دعوت می کند به طرف مسئله حرام و کار شرم ناکی. و رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال الى نفسها، یک خانم مقبول و صاحب مال یک جوان را دعوت می نماید به طرف راه خراب، به طرف شهوت. و این شخص می گوید که اینی اخاف الله رب العالمین، ما از پروردگار خود می ترسم. اینی اخاف الله رب العالمین. و رجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، و یک شخص صدقه خود را در راه خداوند صرف کرد، حتی دست چپش خبر نمیشه که دست راستش در راه خداوند چی را صرف کرده است. دست چپ خبر نمیشود که دست راست او در راه خداوند چی را صرف کرده است. صدقه خود را پنهان به راه خداوند، خاص بر رضایت خداوند، برای فقرا و مساکین تقدیم میدارد. حدیث مبارک رواه البخاری و مسلم. حدیث مبارک 11، الإيمان بضع وستون وفي رواية بضع وسبعون، إيمان شست چند، در رواية دیگر افتاد چند شعبه است. والحياء شعبة من الإيمان، وحياء شعبه یا جزء از إيمان است، شعبه از إيمان است. رواه البخاري. 12، الإيمان معرفة بالقلب، إيمان معرفة است بقلب، عقيدة است، يقين است بقلب. و قول باللسان و عمل بالارکان، و قول صحبت کردن به زبان است که ایمان را، کلمه توحید را انسان به زبان خود یاد می کند، و عمل کردن به کلمه توحید، به ارکان اسلام، به ارکان ایمان بالخصوص، عمل کردن به آن
استوار و ثابت می باشد، به بدن خود، به وجود خود با آن عمل می داشته باشد. رواه الطبرانی. 13. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: التاجر الصدوق تحت ظل العرش یوم القیامة. رواه الدینمی. تاجری که صادق باشه، امین باشه، تحت زیر سایه عرش خداوند مهربان بر روز قیامت می باشد، تحت سایه عرش خداوند مهربان بر روز قیامت محفوظ می باشد. 14. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. کسی که توبه کند از گناه مانند که هیچ گناه نکرده باشد. توبه گناه را پاک می گرداند. کسی که توبه کند از گناه مانند که هیچ گناه را ادا نکرده باشد. و المستغفر من الذنب و هو مقیم علیه کالمستهزئ بربه. و اگر کسی به زبان خود طلب مغفرت بخواهد اما از قلب خود نه، هنوز هم به گناه خود محکم باشد، مانند که سر پروردگار خود استهزاء و تمسخر داشته باشد. توبه از صدق دل باشه، به زبان ما هنگامی که یاد می شود از صدق دل توبه ما باشد. رواه البیهقی. حدیث مبارک 15. خیر الناس احسنهم خلقا. رواه الطبرانی. و فی روایت خیاركم احسنكم اخلاقا. رواه البخاری و مسلم. بهترین انسان ها کسانی اند که اخلاق خوبی را دارند. روایت دیگری، بهترتان آن کسی است که صاحب خلق حسن باشد، صاحبان اخلاق خوبی باشد، با مردم رویه و روش خوبی را داشته باشید. 16. خیر الناس من طال عمره و حسن عمله. بهترین انسان ها کسانی اند که صاحب عمر طولانی گردند و عمل خوبی را همچنان داشته باشند، عمر خود را در طاعت خداوند و رسولش صرف کرده باشند. بهترین انسان ها کسانی اند که صاحبان عمر طولانی و عمل خوب، عملی که در طاعت خداوند و رسولش باشد. و شر الناس من طال عمره و ساء عمله. و بدترین انسان ها کسانی اند که صاحب عمر طولانی اما عمل بدی در راه شیطان آن را صرف کرده باشد. رواه الامام احمد. 17. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: الساعی علی الارمله والمسکین کالمجاهد فی سبیل الله. کسانی که به خدمت خانم های بیوه و مساکین میرسند، مانند که جهاد فی سبیل الله را ادا کرده باشد. خدمت کردن فقرا و مساکین و خانم های بیوه و ایتام، مانند که جهاد فی سبیل الله را ادا کرده باشد. او القائم اللیل الصائم النهار، یا کسی که از طرف شب تمام شب در نماز باشد و از طرف روز در روزه باشد. کسی که خدمت بیوه و خانم های بیوه و اشخاص مسکین و فقیر را می داشته باشد، جهاد فی سبیل الله. و همچنان مرنده کسی که از طرف شب در تمام شب در نماز باشد و تمام روز در روزه باشد، عین ثواب را یا بیشتر را همچنان حاصل می نماید. رواه البخاری و مسلم. 18. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. رواه ابن ماجه. خوشبخت است، سعيد است، با سعادت است آن کسی که در صحيفه اعمال خود فردا روز استغفار زیاد را ببیند. در دنیا طلب مغفرت از خداوند کرده است، استغفار گفته: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. طلب مغفرت خواستن و توبه کردن. کسی که در صحیفه اعمالش بیشتر آن را ببیند، خوشبخت می باشد بر روز آخرت. 19. فضل صلاه اللیل على صلاه النهار كفضل صدقه السر على صدقه العلانيه. رواه ابن مالک عن ابن مسعود رضی الله عنه. فضیلت نمازهای نفل از طرف شب بیشترتر است سر فضیلت نمازهای نفل یا سنتی که از طرف روز خوانده میشه، مانند فضیلت صدقه پنهان سر صدقه آشکار. فضیلت خواندن نمازهای نفل یا سنت از طرف شب بیشترتر است از فضیلت نمازهای نفل یا سنتی که از طرف روز خوانده شود، مانند فضیلت صدقه پنهان سر صدقه آشکار. 20.
کلو جمیعا ولا تفرقوا، با فامیلتان با دوستایتان یک جانان بخورید، جدا جدا نباشید. فإن البرکت مع الجماعت، برکت در یک جا بودن است، در جماعت است. غذایتان، خوراکتان، پولتان، در یک خانه چندین نفر که کار میکنن، برکت بیشتر است که اگر اتحاد و اتفاق در آنجا باشد. و در یک وطنی که اتحاد و اتفاق باشد، برکت بیشتر در آن وطن می باشد. یک جا نان بخورید، یک دست باشید، برکت با جماعت است. رواه ابن ماجه. حدیث مبارک 21، پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: ما خرج رجل من بیته یطلب علما، هر شخصی که از خانه خود خارج گردد به هدف طلب علم شرعی، الا سهل الله له طریقا الى الجنه، خدا راه را به سوی بهشت برایش آباد و آسان میگرداند. به هدف طلب علم شرعی از خانه خود خارج میگردد، خدا راه را به سوی بهشت برایش آباد و آسان میگرداند. رواه الطبرانی. 22، ما جمع شیء الى شیء افضل من علم الى حلم. رواه الطبرانی. بهترین دو چیزی که با هم پیوند هستند مسئله علم است و حلیم بودن. صاحب علم باشید و همچنان بردبار باشید، با صبر باشید، حلیم باشید، عالم باش و حلیم باش. من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، هر کسی که مال مردم را بگیرد و نیتش باشد که آن را دوباره مسترد بگرداند، خدا آن او را کمک می نماید. و من اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. رواه البخاری. و هر کسی که مال مردم را بگیرد و نیتش نباشد که دوباره آن را مسترد بگرداند، خدا آن او را ضایع می گرداند. خدا آن او را ضایع می گرداند. مال هم ضایع می گردد و خود انسان هم ضایع می گردد. من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، و من اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. رواه البخاری. هر کسی که مال مردم را بگیرد، امانت مردم را بگیرد و نیتش باشد که دوباره آن را مسترد بگرداند، خدا آن او را کمک می نماید. و هر کسی که مال مردم را بگیرد، مردم را فریب دهد، نیتش نباشد که مال را دوباره مسترد بگرداند، خداوند او را و همچنان مال را ضایع میگرداند، همه تلف می شود. من اطعم مسلما جائعا اطعمه الله من ثمار الجنه. رواه ابو نعیم. هر کسی که یک مسلمانی که گرسنه نباشد، او را طعام را برایش تقدیم دارد، خداوند از میوه های بهشت فردا روز به نصیبش میگرداند. شما با فقرا و مساکین کمک می نمایید، با کسانی که گرس نباشند کمک می نماید، خداوند مهربان در بهشت از میوه های جنت به نصیبتان می گرداند. از میوه های بهشت، میوه های جنت فردا روز به نصیبتان می گرداند به روز آخرت. حدیث مبارک 25، من استطاع منکم ان ينفع اخاه فلینفعه. رواه مسلم. اگر شما بتوانید که یک برادر یا همشری مسلمانتان را کمک نمایید، دریغ نکنید، دست خیر و کمکتان به مردم همیش برسد. 26، من استجد قمیصا فلبسه. هر کسی که یک پیراهن جدید را پیدا کند، بخرد و آن را بپوشد. فقال حین بلغ ترقوته، و هنگامی که پیراهن یخن خود را بسته کند، پیراهن جدید را می پوشد و می گوید که الحمدلله الذی کسانی ما اواری به عورتی. شکر خداوند مهربان و حمد خداوند که لباس را به نصیبم گردانید که ستر عورت من در آن صورت بگیرد. و اتجمل به فی حیاتی، و در زندگی دنیای خود به آن مزین و مقبول دیده شوم، پاک دیده شوم. ثم عمد الى الثوب الذي اخلق فتصدق به. بعدن پیراهن کونه خود را میگیرد و آن را در راه خداوند مهربان صدقه و خیرات میکند برای فقیر و بیچاره. کان فی ذمه الله و فی جوار الله و فی کنف الله حیا و میتا. رواه الامام احمد. به نزد خداوند و به نزدیک و به جوار خداوند و در حفظ و امان خداوند مهربان می باشد تا وقتی که حیات است، و اگر فوت هم شود باز هم در حفظ خداوند مهربان می باشد.
کسی که پیراهن جدید را بخرد و پیراهن کونه خود را برای فقیر و بیچاره و محتاج صدقه و خیرات دهد، در حفظ و امان و برکت خداوند مهربان می باشد تا وقتی که حیات است و یا این که فوت گردد. همه مسائل اجتماعی است، آداب است، رهنمایی های زیبای از سید البشر پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم، معلم بشریت که به ما شما مسائل خوب را اظهار می نماید. ای کاش که به این مسائل همه عمل داشته باشیم، با فقیر و بیچاره کمک نماییم، دست خیر ما به مردم برسد. 27. رحم الله من حفظ لسانه، رحمت خداوند نصیب آن انسان گردد که زبان خود را حفاظت نماید، شرتان اذیتتان به کسی نرسد. لسانتان را، زبانتان را کنترل کنید، حفاظت نمایید. رحم الله من حفظ لسانه، خداوند ببخشد آن کسی را که زبان خود را حمایت و حفاظت کند، شرتان به کسی نرسد. و عرف زمانه، و کسی که زمانه خود را درک می کند، در جایی که می باشد درک می کند، در مجلسی که می باشد درک می کند، نزاکت ها را مراعات می نماید. و استقامت طریقته، و کسی که مستقیم باشد، براه خود استوار باشد. رواه الدینمی. 28. الراحمون یرحمهم الرحمن، کسانی که رحمت دارند رحمت خداوند رحمان سرشان نازل می گردد. هر کسی که رحمت دارد رحمت خداوند سرشان نازل می گردد. قال تبارک و تعالی، خداوند مهربان فرموده است در حدیث قدسی شریف، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رحمت داشته باشید سر اشخاصی که بر روی زمین هستند، خداوند مهربان از آسمان سر شما رحمت را نازل می گرداند. رواه امام احمد. 29. اکرم الناس اتقاهم، رواه البخاری و مسلم، مکرم ترین انسان نزد خدا آن کسی است که پرهیزکار باشد، با تقوا باشد. 30. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند، الاکبر من الاخوه بمنزله الاب، رواه البیهقی، برادر کلان حیثیت پدر را دارد در خانه، برادر کلان حیثیت پدر را دارد در خانه، همشیره کلان، برادر کلان، عضو فامیل کلان، هر انسان جای خود را دارد، احترام یک دیگر را بالخصوص کلان ها را داشته باشید. الاکبر من الاخوه بمنزله الاب، برادر کلان در یک فامیل منزلت پدر را دارد. الامانه تجلب الرزق والخيانه تجلب الفقر، رواه الدیلمی. امانت کار باشید، امانت رزق و روزی را برایتان می آورد. امانت آورنده رزق و روزی است، آورنده برکت است. و الخیانت تجلب الفقر، و خیانت آورنده فقر است، خیانت آورنده فقر است. رواه الدیلمی. حدیث مبارک 32. اللهم لا عیش الا عیش الاخره، پروردگارا زندگی نیست مگر زندگی آخرت، زندگی واقعی که موجود است زندگی آخرت است. و الاخره خیر و ابقا، آخرت خیر است و باقی است. زندگی دنیا امانت است، مختصر است، متاعی کوچک است. حدیث مبارک اخیر، حدیث 33 که در درس امروزه ما 33 حدیث مبارک را انتخاب کردیم، دعای زیبایی است در سوره البقره، و پیغمبر صلی الله علیه و سلم این دعا را اکثرا تکرار میکردند و دعا میکردند. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، پروردگارا خوبی های دنیا و همچنان خوبی های آخرت را به نصیب همه ما بگردان و ما را از آتش فردا روز نجات ده. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، دعای پیغمبر صلی الله علیه و سلم و حدیث مبارک رواه البخاری. برادران و خواهران مسلمان، 33 حدیث مبارک را انتخاب کردیم در درس امروزه به شکل خوب مختصر مفید. خواندن حدیث مبارک به نص و متن عربی صورت گرفت و همچنان ترجمه مختصر آن به خدمتان تقدیم گردید. امید که معرفت بیشتر ما با احادیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم صورت بگیرد و علم ما اضافه تر گردد و همچنان عمل داشته باشیم به علم خود،
و در راه نشر علم صحیح همچنان سهم داشته باشیم. خداوند مهربان همه ما شما را مستفید بگرداند از مانند این مجالس اسلامی. تشکر از این که توجه به درس امروز داشتید. تا مجلس آینده با شما خدا حافظی می نمایم. در حفظ و امان خداوند رحمان و رحیم باشید. ما را از دعای صالحتان فراموش نکنید. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.